بله، یه واقعیت تلخ این هستش که در واقع منازعه، درگیری، کشمکش بین شهروندانی که آزادی ها حقوق اولیه‌شون میخوان با یک حکومت توتالیتر، نه لزوما دیکتاتوری، میگه متاسفانه شبیه جنگه. این که میگم شبیه جنگ اصلا به این معنی نیست که منازعه در واقع رفتارهای جنگی میتونه حاکم باشه. نه، طبیعتا شهروندان رفتارشون مدنیه، باید هم باشه. منتها این منازعه شکل شبیه جنگه. توی میدان جنگ، مثلا جنگ ایران و عراق، کسایی که دیدن 24 ساعت عین اون 8 سالی که همه در جنگ بودن دو طرف با هم شلیک نمی‌کردن. در واقع نمودار سینوسی است، عملیات یه طرف انجام میده، بعد اینکه پاتک می‌زنه، دوباره اینکه عملیات انجام میده. و در مقاطعی که در واقع صحنه جنگ خطوط مقدم نسبتاً آرام، البته معادلات جنگی هنوز هست، هنوز دو طرف متخاصمن، صحنه جنگ آرامه، در واقع نیروهای دو طرف کارهای دیگه‌ای می‌کنن. چرا اینو دارم توضیح میدم؟ می‌خوام بگم دادخواهی، چیزی که الان به نام جنبش دادخواهی می‌شناسیم، چیزی که اساساً در بخشی از جامعه به نام دادخواهی هست، تصور نکنید، نه تصور کنید دور شدن از اون فرایند انقلاب هست، نه تصور کنید که یه چیز علیه فرایند انقلابی هست، و نه تصور کنید که جامعه در ترس فرو رفته. این جزئی از همون معادله منحنی سینوسی است. در واقع بعد از یه جنبش عظیم، دوباره یه مدتی که جامعه به هر حال آروم میشه، مثل اون صحنه جنگ، شهروندان کارهایی میکنن، کاری که میکنن نهادهای مدنی، فعالان مدنی و غیره. دادخواهی یکی از این کارهایی است که جامعه داره انجام میده. در انقلاب 57 شما میبینید، با اینکه انقلاب 50 البته بیشتر پروپاگاندا بود، منتها الان میبینید خیلی اجتماعیه. داستان درد یک ملته، بیش از اون که واقعا سیاسی باشه احساسیه. منتها خب بخشای از جامعه طبیعتاً حمایت میکنن، به این خاطر که رفتار سیاسی است. بخشای از جامعه همدردی و حمایت میکنن، به این خاطر که در داخل یک فضای انقلابی شهروندان بدونن یا ندونن، فکر کنن یا نکنن، همدلی پیدا میکنن، میفهمن که درون یک کشتی نشستن، آدما با هم مهربون میشن. هر چقدر فضای انقلابی سردتر بشه، دوباره منازعات قبلی و برجسته میشه. الان میبینید مثلا در بین بخش از فعالان خارج از کشور، منتها جامعه در حال تحول در 40 سال گذشته حامل داره تحولات بسیار زیادی پیدا کرده. این تحولات فقط ناشی از تحولات تکنولوژیک نیست. من دیدم عمدتا میگم به خاطر که اینترنت هست، ماهواره هست، اینا همش خیلی مهمه. آره، منتها در ایران یک اتفاق بزرگتر افتاده و اون همین که مقوله‌ای به نام دین، مقوله‌ای به نام سنت، در واقع در این 14 به خصوص به خاطر عملکرد روحانیون تا حد زیادی به چالش کشیده شده. در واقع ایران به موازات یک انقلاب اجتماعی، به موازات یک انقلاب سیاسی، یک در واقع رنسانس فرهنگی هم داره در بخش از بخشاش انجام میشه. میدونید منظورم این هست که با دور شدن از اون دوران، از ذهنیت شاید دین زده، از ذهنیت، از معادلات شاید قرون وسطی، یعنی معادله که یه روحانی یا آخوند میگه مثلا آدمای خوبا بشینه بالای منبر یه چیزی با 100 نفر پایین بگه و 100 نفرم باور کنن بگن این حقیقته، این معادله که این داره معادله داره میشکنه. این بخشی از روند مدرنیته در ایران هست، بخشی از در واقع همون رنسانس فرهنگی در ایران هست. برای من یکی از مهمترین عواملش این هست. یک دلیل دیگه آگاهی بیشتر شهروند. این آگاهی بخشش به خاطر اینترنت، بخشش به خاطر ماهواره است، اما خانم بخشش به خاطر این است که در طول این 40 سال میدونید ده ها صد ها هزار خانواده داغدار شدن، صد ها هزار خانواده به مصیبت هایی سرشون اومده، حالا نمیگم لزوما از ازشون کشته شدن، همین بازداشت شدن، شکنجه شدن، میدونید به موازات در طول زمان خانواده هایی که پس از دیگری داغدار شدن و فهمیدن. در 40 سال پیش اگر شما میگشتید جمهوری اسلامی میگفت این اجانب، این خارجی ها، این نمیدونم مزدوران، بخشی بزرگی از جامعه باور میکرد. ببین الان جامعه است که دیگه باور نمیکنه. اولین باری که شما شعار دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست رو شنیدید، میدونید در کجا بود؟ در کار نویسندگان نبود، در اجتماع کشاورزان اصفهان بود. برای من اینو شما بالا رفتن آگاهی جمعی رو میبینید به موازات و افزایش تکنولوژی با سرعتی سریعتر از اون که ناشی از تجربیات فردی شهروندی است. برای من اینجوری جمع‌بندی میکنم. خیلی وقتا شاید در بین نخبگان حمایت از زندانیان، حمایت از خانواده داغ دیده یک کنش سیاسی علیه حکومته و با این هدف که نشون بدن خانواده داغ دیده تنها نیستیم، ما با تویم. اما الان یک کنش اجتماعی است که بخشش احساسیه، بخشش به یقین البته سیاسی است، نه لزوما با هدف سیاسی که حتما داره هدف سیاسی، اما بیشتر به خاطر که شهروندان باور کردن بخش بزرگش که همدردن و در واقع همشون مسافران یک قطاران، حاملان یک مسافران یک کشتی هستن که در این تندباد گرفتار شدن.